سلام بر شما به یکی دیگر از برنامه های ایران و جهان در سال جدید خوش آمدید طبق روال برنامه با هم مروری داریم به مهمترین رخدادهای روزهای پایانی سال گذشته در هفته که گذشت علی متحری نماینده مجلس از سپاه به عنوان یک قطب بزرگ سیاسی اقتصادی نام برد حسن روحانی گفت پس گرفتن حق مردم از راندخاران در جمهوری اسلامی و کسانی که دست به فساد زدند تبدیل به یک موزل بزرگ شده است مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری از انحراف قضات در جمهوری اسلامی گفت و دکتر عبدالستار دوشوکی تحلیلگر سیاسی به جمعبندی کارنامه دولت حسن روحانی پرداخت. ایالات متحده هم گفت جمهوری اسلامی همچنان تلاش می کند تا اقلام ممنوع قطعات موشکی و تجهیزات هستهی را به دست آورد. با ما همراه باشید. ایالات متحده آمریکا میگوید جمهوری اسلامی پس از توافق ژنو باز هم تلاش برای دستیابی به اقلام ممنوع قطعات موشکی و تجهیزات هسته‌ای را ادامه داده است در همین راستا محمد جواد ظریف هم با اشاره به مذاکرات آتی هسته ای ایران با گروه پنج به علاوه یک میگوید ایران انتظار ندارد دور تازه مذاکرات به نتیجه برسد در رویداد دیگر نمایندگان مجلس ایران هم با انتشار بیانیه گفتند مذاکره کنندگان حق ورود به بحث توان دفاعی ایران را ندارند. محمد جواد ظریف در نشست خبری مشترک با همتای بلاروس خود با اشاره به مذاکرات هسته که دور بعدی آن فردا آغاز می شود گفته است این مذاکرات جدی از نشست های قبلی خواهد بود. به گزارش ایسنا آقای ظریف گفته است هرچه مذاکرات جلو رود موضوعات دقیقتر جدیتر و دشوارتر می شود اما ما توقع توافق در این دوره از مذاکرات را نداریم و برنامه ریزی هم برای این نیست که در این دور به توافق برسیم ظریف محورهای مذاکرات طرفین را بحث قنیسازی اورانیوم راکتور آب سنگین عراک همکاریهای المللی در حوزه فناوری صلحآمیز ای ذکر کرده است وی همچنین گفته موضوع رفع تحریم ها علیه جمهوری اسلامی از دیگر محورهایی است که در دستور کار مذاکرات نمایندگان تهران و گروه پنج به علاوه یک قرار خواهد گرفت در همین حال و در آستانه دور تازه مذاکرات میان کشورهای پنج به علاوه یک و ایران دیویستن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای بیانیه خواهان حفظ حقوق هستی ملت ایران در مذاکرات پیش رو شدند این بیانیه که به هیئت رئیسه ی مجلس تحویل داده شده خواستار آن شد تا مذاکره کنندگان به هیچ وجه و در هر مرحله از مذاکرات از حقوق هستهای مردم عقب نشینی نکنند نمایندگان امضا کننده همچنین تاکید کردند که مذاکره کنندگان از طرح موضوعاتی چون توان دفاعی و موشکی ایران در مذاکرات خودداری کرده و اعلام کردند آنها حق ورود و مذاکره در این باره را ندارند امضا کنندگان همچنین خواهان آن شدند که ایران تن به هیچ گونه محدودیتی درباره تأسیسات آب سنگین عراق و قنیسازی اورانیوم ندهد و تاکید کردند که تنها در این شرایط است که از تیم مذاکره کنندگان هسته ایران حمایت خواهند کرد. اما در رویدادی دیگر یک مقام وزارت خارجه آمریکا میگوید ایران بعد از توافق هسته‌ای آذرماه باز هم تلاش برای دستیابی به اقلام ممنوعه قطعات موشکی و تجهیزات هسته‌ای را ادامه داده است خبرگزاری رویترز از قول وانن وان دیپن معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا گزارش داد که ادامه تلاش های ایران برای دستیابی به اقلام ممنوعه در حالی است که هدف قدرت های جهانی از توافق هسته‌ای با ایران اعمال محدودیت بر برنامه هسته‌ای مناقشه برانگیز ایران به مدت شش ماه در ازای کاهش بار برخی از تحریم ها بود. آقای دیپن معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور امنیت بین المللی و خلع سلا به رویترز گفته است ایران هنوز هم در ایجاد شرکت های سوری و روی آوردن به دیگر اقدامات در راستای دور زدن تحریم ها بسیار فعال است. رویترز می نویسد رویترز می نویسد. ادامه فعالیت های ایران برای دور زدن تحریم ها و دستیابی به اقلام ممنوعه نظامی و هستهای ناقض توافق موقت هستی میان ایران و شش قدرت جهانی نیست اما برخلاف قصنامه مصوب سال 2006 سازمان ملل است که جامعه بینون ملل را از همکاری با ایران در زمینه های مربوط به فعالیت های و موشکی من کرده است دوره تازه مذاکرات بر سر برنامه اتمی ایران از سهشنبه 27 اسفند ماه در شهر وین آغاز می شود و سه روز به طول خواهد انجامید. تأسیسات آب سنگین عراق بحث قنیسازی اورانیوم و همکاری های بین المللی در حوزه فناوری هسته‌ای محورهای اصلی نشست پیش رو خواهند بود. اما علی متحری در یک مصاحبه تفصیلی گفته که محافظهکاران مردم را قربانی نظام می کنند. وی همچنین گفته است سپاه با دخالت در اقتصاد تبدیل به یک حزب شده است. این نماینده مجلس با اشاره به اعدام های سال 1367 نیز گفت که احتمالا در آن زمان تندروی شده است. علی متحری به ظاهر جز گروه اصولگرایان است اما او را نمی توان در هیچ یک از جناهای سیاسی داخل نظام قرار داد. علی متحری میگوید اصولگرایان برای منافع و حقوق نظام حاضر هستند مردم را قربانی کنند به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای متحری با انتقاد از اصولگرایان گفته است در بین سیاسیون و خصوصا اصولگرایان هستند افرادی که برای حقوق مردم در قیاس با حقوق نظام ارزش قائل نیستند و فکر میکنند که میتوانیم به راحتی برای حفظ نظام حقوق مردم را پایمال کنیم این انحراف بزرگی است وی افسوده است زبان حال این افراد این است که برای حفظ نظام مجاز این که گاهی آزادی بیان را محدود کنیم جلوی بیان آرای مخالف را بگیریم یا اینکه با منتقدان برخورد سختی داشته باشیم شما دیدید که در برخورد با مرحوم ستار بهشتی افرادی بودند که این موضوع را یک مسئله بی اهمیت و عادی جلوه می دادند که آدا فردی که مخالف نظام بوده باید مجازات میشد. نماینده این مجلس در ادامه گفته است میگویند وزارت اطلاعات که همگی سربازان گمنام امام زمان هستند و همه کارشان درست است زیر مجموعه ولی فقیه همچون زیر مجموعه مقام عالی مذهبی و سیاسی هستند پس همه کارهایشان درست است و مبرا از هر خطایی هستند و هیچ کس حق ورود ندارد دستگاه قضایی هم همین طور است و احکام تمام دادگاه های من هم همین است و خلاصه چون نظام مقدس است همه چیز درست است این دیدگاه غلط است آقای متحری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان که در سالهای اخیر یک فضای رعب و وحشت در جامعه ایجاد شده است میگوید حتی برخی از مراجع هم نمیتوانند سخن بگویند و آنها سخن گفتن را دیگر صلاح نمیدانند آقای متحری در ادامه به انتقاد از سپاه پرداخته و گفته است سپاه نباید این میزان در مسائل اقتصادی وارد میشد چون به نوعی پیوند قدرت و ثروت بوده است که اخیرا عنصر سیاست هم اضافه شده است یعنی قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی با هم جمع شده و پیوند خورده است. متحری افسوده سپاه در حال حاضر هم سیاسی شده و هم اقتصادی و شبیه یک حزب شده است. ادام های سال 67 که طی آن هزاران نفر از زندانیان سیاسی با دستور خمینی به دار آویخته شدند از دیگر گفته های آقای متحری است. وی در این خصوص گفته است امام اگر سال 67 آن برخورد تند را در مورد زندانیان مجاهدین خلق کرد یک بحث فقهی داشت مجاهدین از مرزهای غربی وارد شده بودند و صدای گرفتن تهران را داشتند و این افراد در زندان اعلام همپیمانی با آنها کرده بودند متحری در پاسخ به اینکه اما زندانیان اسلحه نداشتند گفته اسلحه نداشتند اما اعلام همپیمانی و همکاری کرده بودند البته یک بحث این است که آیا حکم امام به خوبی و صحیح اجرا شد یا تندروی کردند آیا واقعا به این افراد تفهیم اتهام شد شاید خیلی از این افراد اصلا نمیدانستند داستان چیست از آنها میپرسیدند که آیا توبه میکنید یا نه طبعا با غرور جوانیشان میگفتند نه و حکمشان صادر میشد ممکن است تندروی شده باشد اما اصل حرف مسئله محاربه بود اما این موضوع قابل مقایسه با اتفاقات سال 88 که یک اعتراض مدنی بود نیست در سال 67 هزاران نفر از زندانیان سیاسی با حکم یک خطی خمینی به دار آویخته شدند به گفته بازماندگان خانواده های اعدام شدگان و نیز برخی زندانیان سیاسی اعدام های سال 67 توسط هیئت سه نفره تحت فرمان آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی صورت گرفت به گفته آنان محاکمه و صدور حکم توسط این هیئت برای زندانیان بسیار کوتاه بود و حتی در برخی موارد به چند دقیقه هم نمی رسید. علی متحری در پایان گفتگوی تفصیلی خود به تمجید فراوان از پدر خود پرداخته و گفته اگر پدرش زنده بود قطعا بعد از امام رهبر بود چون روشن است که بالاخره ایشان در مجموع یک سر و گردن از بقیه یاران و شاگردان امام بالاتر بود علی متحری چندین دور است به عنوان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی فعالیت می کند در چند ساله اخیر از منتقدان جدی برخورد دستگاه های امنیتی و قضایی حکومت ایران با مخالفان و معترضان بوده است با وجود آنکه مقامات و رسانه های جمهوری اسلامی همواره از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 با عنوان فتنگر یاد کردند، متحری دیماه امسان گفت که به نظر او اعتقاد به تقلب در انتخابات فتنگری نیست. این سارات علی متحری اعلام جرم دادستان عمومی و انقلاب تهران علیه او را به دنبال داشت و علا رقم این اعلام جرم متحری ضمن پافشاری دوباره بر مواضع خود اقدام دادستانی را غیرقانونی خوانده و گفته بود بوی استبداد به مشام می رسد. حسن روحانی با انتقاد از رانتخاران و کسانی که در جمهوری اسلامی دست به فساد زدن گفت پس گرفتن حقوق مردم از این افراد به یک موزل تبدیل شده است. در همین راستا اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم با اشاره به پرونده بابک زنجانی گفت که وی حدود 2 میلیارد و 700 میلیون دلار بدهکار است و این در حالی است که باید حسابرسی انجام شود تا ببینیم آیا مبالغ دیگری هم بوده یا نه. با پایان دولت محمود احمدی نجات تعداد زیادی از پرونده های فساد اقتصادی مسئولان و مدیران دولتی در رسانه های خبری مطرح شده است. حسن روحانی در دیدار با برخی از نمایندگان مجلس گفته است اده مدعی بودند می توانند تحریم ها را دور زده و آثار تحریم را از بین ببرند. اما آنها در عمل ملت و منافع ملی را دور زدند به طوری که امروز پس گرفتن حقوق مردم از این افراد به یک معضل تبدیل شده است روحانی با بیان اینکه مردم رنج و سختی زیادی میکشند گفته است ما وظیفه داریم با برنامه ریزی و تدبیر زمینه های لازم برای کاهش مشکلات داخلی و خارجی و توسعه کشور را فراهم آوریم آقای روحانی گفته است امروز وظیفه همه ماست که فشارهای ناشی از تحریمها علیه ملت را مرتفع کنیم تا شاید آیندهای بهتر برای کشور باشیم در همین راستا معاون اول حسن روحانی در مصاحبه با ویژنامه نوروزی روزنامه ایران گفته است یکی از مقاطع بروز فساد زمانی بوده که تحریمها جدی شد و از بخش خصوصی خواسته شد وارد بازار فروش نفت شود و عرض حاصل را به کشور وارد کند اسحاق جانگیری که ریاست ستاد مبارزه با فساد و ویژهخواری را نیز بر عهده دارد تصریح کرده است با وجود ادامه تحریم‌های نفتی دولت روحانی برای فروش نفت به کسی متوصل نشده است به با اشاره به بابک زنجانی دلال نفتی در مورد نحوه فروش نفت توسط او هم توضیحاتی داد بابک زنجانی نهم دیماه سال جاری به دنبال صدور دستور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای مبارزه با ویژه خاران و کسانی که از شرایط تحریم سوء استفاده کردند بازداشت شد نام بابک زنجانی در ارتباط فعالیت های مالی برای دور زدن تحریم های جامعه بین المللی علیه ایران مطرح شد به گفته معاون اول روحانی بخشی از پول فروش نفت برای پرداخت برخی پیمانکاران نفتی طرف قرارداد ایران در اختیار بابک زنجانی بوده و به خزانه دولت واریز نشده است جانگیری می که تا این لحظه مجموعه این پول و پول نفتی که فروخته شده و به خزانه باز نگشته حدود دو میلیارد و هفتصد میلیون دلار است. وی با بیان اینکه هنوز حسابرسی دقیقی روی شرکت هایی که با زنجانی ارتباط داشتند انجام نشده گفته است باید این حسابرسی انجام شود تا ببینیم آیا فایل دیگری هم وجود داشته است یا خیر اساق جانگیری با بیان اینکه گرانیهای سالهای اخیر فشار سنگینی بر شهروندان وارد کرده بود از ارائه سبد کالا دفاع کرد جانگیری افسوده است پیام تلخ آنچه که در جریان ارائه سبد کالا رخ داد این است که زندگی مردم به چه نقطه رسیده است که برای یک سبد کالا حاضرند ساعتها در صفحه ایستند او همچنین با انتقاد شیوه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها گفته است اگر قرار بود خود ما برای هدفمندی تصمیم گیری کنیم مطمئنا به این شکل تصمیم نمی گرفتیم اسحاق جانگیری طرح هدفمندی یارانه ها را ساختمان نیمه کاره ای خوانده است که سقف و ستون آن ساخته شده اما دولت ناچار است آن را اصلاح کند به با بیان اینکه در اجرای طرح هدفمندی شوک قیمتی به مردم وارد نخواهد شد گفته است نه تنها یارانه اقشار کم درآمد قطع نخواهد شد بلکه حتما با روش های دیگری تحت پشتیبانی دولت قرار خواهند گرفت حسن روحانی رئیس دولت یازدهم در راستای مبارزه با فساد دیماه ماه امسال به اسحاق جانگیری دستور داده بود تا اقدامات لازم را برای شناسایی و مجازات کسانی که با استفاده از تحریم ها کردند انجام دهد. آقای جانگیری نیز در همین راستا دهم ده بهمن ماه اعلام کرد که گزارشی در رابطه با مبارزه با ویژه به رئیس جمهور تحویل داده و او در حال بررسی آن است. با این وجود کارشناسان میگویند شرایط سیاسی و اجتماعی ایران به فساد اقتصادی دامن زده است به باور این کارشناسان ورود نظامیان به اقتصاد و همچنین فعالیت‌های غیرقابل کنترل نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی از جمله مواردی تشدید کننده فساد در ایران هستند و اما در اینجا توجه شما را به تحلیل دکتر عبدالستار دوشوتی لندن در لندن درباره کارنامه دولت حسن روحانی جلب میکنم هشت سال دولت بی تدبیر و نابخردانه آقای احمدی نژاد که با حمایت کامل بیت رهبری و همچنین نهادهای مختلف منتسب به بیت رهبری نظیر سپاه بسیج و آیات اعظام و امامان جمعه و غیره که از اون حمایت میکردند به پایان رسید به امید اینکه نوعی اعتدال در سیاست مملکت و امید در دلهای مردم به وجود بیاد اگرچه ماها از انتخاب آقای روحانی گذشته اما متاسفانه اون امید هنوز در عینیت واقعی خودش در کشور ما به وجود نیومده اعتدالی رو که آقای روحانی به مردم قول داده بود هنوز به سمر نرسیده نیروهای تامگراه و افراطی به اصطلاح وابسته به جبهه پایداری و اصولگرایان مختلف که منافع خودشونو در ادامه سیاستهای خشن ضد مردمی و جنگ و دعوا با تمام جامعه جهانی میبینند همچنان بر سر قدرت هستند و حاضر نیستند بپذیرند که مردم ایران در یک انتخابات برای تغییر برای معتدل شدن اوزا رأی دادن و ما اگر نگاه کنیم کارنامه سال 92 رو میبینیم متاسفانه جمهوری اسلامی کارنامه بسیار سیاهی رو داره در این سال متاسفانه تعداد اعدام ها که نزدیک به 700 نفر میرسید رسید تعداد زندانیان شکنجه و غیره همچنان ادامه داره و این نشون میده که هیچ گونه تغییری در داخل ساختار جمهوری اسلامی به وجود نیومده و نیروهای واپسگرا همچنان مقاومت می کنند این باعث تصف هست برای کشوری که هشت سال احمدی نژاد رو تحمل کرد و با امید به پای صندوق های رعی اومدند جمهوری اسلامی در عرض سال گذشته در حیطه سیاست خارجی تلاش نمود تا حد تحریم ها بکاهه و به همین دلیل تیم آقای زریف در مذاکرات هستی خودشون با شش قدرت جهان حد اکثر تلاش خودشون رو کردن تا به نوعی توافق دست بیابند اما ما میبینیم که در داخل کشور نیروهای مرتجع تلاش میکنند تا این قرب ستیزی و در حقیقت جهان ستیزی خودشون رو به عنوان اون پایه و اساس نظام خودشون همچنان ادامه بدن و این هزینه تمام این ماجراجویی ها رو ملت ایران پرداختند در نتیجه گرانی تورم همچنان ادامه داره تحریم ها همچنان ادامه داره اعدام ها و سرکوب زندانی کردن منتقدین و حتی اعدام ها در ملعه هم همچنان ادامه داره و واقعا انسان از خودش میپرسه که در سالی که قرار بود تغییرات به وجود بیاد چه تغییری به وجود اومده البته خب نباید اینو به صورت مطلق در نظر گرفت طبیعتا در داخل ایران نیروهای اصلاح طلبی هستند که میخوان در چارچوب کلیت این نظام وضع رو بهبود ببخشن و از این جهان خودشون دست بردارن اما از سوی دیگر نیروهای واپسگرهای افراطی نیز هستند که میخواهند بر اساس جنگ و دعوایی که با دنیا شروع کردن خودشون همچنان بر سر قدرت نگه بدارن و این بقیده من ای بوده در سال 92 برای ملت ایران به همین دلیل وز که تغییر نکرد هیچی ما شاهد این بودیم که اختلاس ها دزدی ها و چپاولگری های هزار میلیاردی که بی سابقه بوده در, در واقعا تاریخ این کشور همچنان ادامه داره در صورتی که دزدها و متخلفین جزئی به اشد مجازات میرسند اما اونهایی که اختلاس و دزدی ها و چپاله های میلیاردی کردن در رأس قدرت هستند و تا زمانی که ساختار این نظام تا زمانی که این فرهنگ چپاول و سرکوب از سوی دیگر تغییر پیدا نکنه متاسفانه و از بر همین بنوال خواهد بود به همین دلیل من شخصا کارنامه حکومت جمهوری اسلامی رو یک کارنامه سیاهی میدونم که واقعا نمره مردودی میاره در آخر سال و رفوزه شده اگرچه من میپذیرم که برخی از نیروها در دولت آقای روحانی تلاش میکنند تا از این پوسته منجمد واپسگرایی بیان بیرون و کشور رو که به نزدیکی سقوط رسیده از نظر فرهنگی اقتصادی و بخصوص سیاسی از این ورطه نجات بدن این تلاشی است که بقیده من در سال 93 ما شاهد و اون خواهیم بود یعنی جنگ و جدال از یک سو بین نیروهای اصلاح طلب در داخل دولت آقای روحانی و نیروهای متعصب مذهبی وابسته به نهاد رهبری حالا میتونه سپاه باشه حتی خود اطلاعات باشه که بخشی از دولت هم هست یا نیروهای بسیجی و غیره که منافع خودشون رو در انتخابات در معرض خطر دیدن بقیده من این جنگ و جدل بین این دون گروه ادامه خواهد داشت و اینکه اصولا سرنوشت این دولت به کجا برسه آیا مردم یعنی این رأی هایی که با آقای روحانی رأی داده بودند برای تغییر کاملا معیوز خواهند شد این همان خواسته نیروهای ارتجاعی افراطی هست یا اینکه یک حداقل امیدی رو در دلهای مردم بوجود وجود بیارند خیلی مشکله که تخمین بزنیم چه خواهد شد اما من معتقدم که به حال اگر مذاکرات هسته شکست بخوره و نیروهای اصولگراه یا افراطی موفق بشن که این مذاکرات رو به شکست برسونن و خب تغییراتی هم در داخل دولت به وجود خواهد آمد یعنی نوعی فروپاشی درونی در دولت به وجود خواهد آمد از جمله اینکه خود آقای ظریف که ما اینکه خود ایشون هم گفته بودن از سمت خودشون کنارگیری خواهند کرد و تا به حال متاسفانه نشونه ها حاکی از این هست که آقای روحانی به دلایلی همیشه در مقابل حجوم این نیروهای اقومننده ضد مردمی و واپسگرا عقب نشینی کرده ما شواهد بعضی از این موارد چه در خود دولت و چه در مناطقی مثل بلوچستان کردستان هستیم نکته دوم متاسفانه عدم تحقق وعده های آقای روحانی بود یعنی من به عنوان بلوش در این لحظات آخر سال فقط اشاره کوتاهی به این امر داشته باشم که آقای روحانی در بیانیه ده مادهی خودش که در نوه خرداد 1392 داده بودن قول دادن که تبعیض ها برطرف میشه و اهل سنت و اقوام ایرانی در مدیریت کشور سهیم خواهند شد و یک نفر معاون رئیس جمهور هم برای تحقق این خواسته های نوگانه منتصب خواهد شد کما اینکه متاسفانه معاون رئیس جمهور منتصب نشدند فقط یک دستیار ویژه آقای یونسی رئیس وزیر اطلاعات سابق انتخاب شد و هیچ کدوم از فرهیختگان اهل سنت و اقوام ایرانی به هیچ منصبی منتصب نشدن و این نشون میده که آقای روحانی در همون قدم اول ضعف خودشون رو به نیروهای اقتدارگرا نشون داده و نمیدونم شاید هم بگیم چون خشت اول چون نهد امار کج تا سریا میرود دیوار کج. امیدوارم که آقای روحانی بتونه در سال 93 مقاومت بیشتری در مقابل این نیروهای افراطی داشته باشه و مردم ایران از نظر اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی وضع بهتری داشته باشند. مصطفا پور محمدی وزیر دادگستری ایران با بیان اینکه بسیاری از قضات در جمهوری اسلامی انحراف دارند از این موضوع اظهار تاسف کرده است در همین راستا صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نیز جهل و فساد را دو مشکل بزرگ قاضی های رژیم ایران خواند فساد در جمهوری اسلامی نه تنها در حوزه اقتصاد که در سراسر حوزه ها از جمله قوه قضاییه نیز بسیار گسترده است چند روز پیش احمد توکلی گفته بود جمهوری اسلامی مبتلا به یک فساد سیستماتیک شده است. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران میگوید جهل و فساد دو مشکل بزرگ قضات جمهوری اسلامی ایران است. آقای لاریجانی گفته قضات قوه قضاییه باید اطلاعات حقوقی و قضایی خود را دائما بروز کند. لاریجانی همچنین از قضات خواسته است در صدور احکامی که منجر به وحن نظام می شود ملاحظه کند. قرارهای بازداشت بلند مدت از جمله مواردی است که قوه قضایی همواره در این زمینه مورد انتقاد بوده و لاریجانی هم از قضات خواسته چنین احکامی را در لحظه عصبانیت صادر نکنند به نظر میرسد منظور رئیس قوه قضایی احکام اعدام شلاق و قطع دست در ملع آن باشد که در دو سال گذشته آمار این دسته از احکام افزایش قابل ملاحظه ای داشته است صادق لاریجانی پیشتر از این احکام به خصوص اعدام و قصاص دفاع کرده و گفته بود قوه قضایی افتخار می کند که این احکام اسلامی را به اجرا می گذارد. کشورها و سازمانهای های بین المللی سالهاست نگران روند روبرشت شمار اعدام در جمهوری اسلامی هستند. در رویداد دیگر مرتبط با قوه قضایی مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری از انحراف فراوان مدیران و قضات جمهوری اسلامی خبر داده و از این مسئله اظهار تأسف کرده است. پور محمده که در سال 67 عضو هیئت سه نفره مرگ بود در ادامه گفته است متاسفانه با آنکه حقوق قضات به نسبه از دیگران بهتر است از آنان نیز خبت و خطاها و انحرافات فراوانی به گوش می رسد. پور تاکید کرده وضعیت عمومی نظام اداری کشور گواهی بر این مدعا چند روز پیش احمد توکلی گفته بود جمهوری اسلامی مبتلا به فساد سیستماتیک شده به طوری که نهادهای مسئول مبارزه با فساد نیز به درجاتی از فساد مبتلا شدند توکلی گفته بود نهادهای مسئول مبارزه با فساد خودشان به درجاتی از فساد مبتلا هستند مثل قوه قضایی نیروی انتظامی مجلس و بازرسی کل کشور و به عبارتی این نهادها پاک پاک نیستند اشاره احمد توکلی به دستگیری تعدادی از مدیرانی بود که مسئولیت مبارزه با فساد را در سازمان تعذیرات حکومت به عهده داشتند. اشاره به فساد و انحراف قضات در حالی است که پیشتر فرمانده پلیس ایران نیز از رشوهگیری گسترده مأموران نیروی انتظامی خبر داده بود بر اساس گزارش سازمان شفافیت جهانی جمهوری اسلامی یکی از فاسدترین کشورهای دنیاست و به لحاظ فساد مالی در میان 178 کشور دنیا در رتبه 146 شم قرار دارد ایران این جایگاه را با چند کشور دیگر یعنی کامرون، ساحل آج، لیبی، نپال، پاراگوئه، هایتی و یمن شریک است. و اما هفته گذشته جنرال عبدالفتاح از سیسی رئیس ارتش مصر شش تن از فرماندهان عملیاتی نیروهای مسلح این کشور را برکنار کرد به گفته ناظران سیاسی این تغییرات در ترکیب فرماندهان ارتش میتواند در ارتباط با افزایش حملات مسلحانه گروه های تندروی اسلامی باشد آقای عبدالفتاح از سیسی هنوز نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری مصر به طور رسمی اعلام نکرده است ژنرال عبدالفتاح حسیسی فرمانده کل نیروهای مسلح مصر دست به تعویض چندین ژنرال ارتش زده است در میان ژنرال های برکنار شده نام فرمانده ی نیروهای نظامی مصر در شبه جزیره سینا نیز مشاهده می شود بنابر گزارش روزنامه الاهرام ژنرال احمد وصفی فرمانده ی نیروی نظامی مصر در شبه جزیره سینا به علت ناتوانی در مقابله با فعالیت های اسلامگرایان در این منطقه از مقام خود برکنار شده است. به گفته مقامات امنیتی مصر در شبه جزیره سینا، گروههایی از اسلامگرایان فعالیت می کنند که نزدیکی های آشکاری با القاعده دارند. تا کنون ده ها سرباز مصر در درگیری های مسلحانه در این شبه جزیره توسط شورشیان اسلامگرا کشته شدند. خبرهای رسیده حاکی از آن است که سرلشکر محمد الشهات فرمانده عملیاتی ارتش مصر جانشین سرلشکر وصفی شده است. خبرگزاری های داخلی مصر نیز گزارش دادند که پنج فرمانده عملیاتی در مناطق جنوبی مصر نیز تعویض شدند. به گفته ناظران سیاسی این تغییرات در ترکیب فرماندهان ارتش در ارتباط با افزایش حملات مسلحانه گروه های تندروی اسلامی می باشد. ژنرال اسیسی فرمانده ارتش مصر و وزیر دفاع آن کشور کسی است که با بالا گرفتن اعتراضهای گسترده به دولت محمد مرسی در پشتیبانی از مردم اقدام به سرنگونی محمد مرسی در سال گذشته میلادی کرد. ژنرال عبدالفتاح اسیسی تا کنون کاندیداتوری خود در انتخابات ریاست جمهوری مصر را به طور رسمی اعلام نکرده اما پیش بینی می شود او در انتخابات حضور یابد. بنابر اعلام وزارت کشور دولت انتقالی مصر انتخابات ریاست جمهوری این کشور در ماه آوریل برگزار خواهد شد در رویداد دیگر مرتبط با مصر اعتلاف ملی حمایت از مشروعیت و مخالفت با کودتا که وابسته به اخوان المسلمین است گفت که نیروهای امنیتی مصر به مقر حزب استقلال که قرار بود کنفرانس خبری این اعتلاف در آن برگزار شود حمله کردند به گزارش رویترز این ائتلاف در صفحه رسمی خود در سایت اجتماعی فیسبوک نوشت پس از یورش نیروهای امنیتی به مقر حزب استقلال و ممانعت از ورود خبرنگاران و شرکت کنندگان در کنفرانس خبری این کنفرانس لغو شد به گفته این ائتلاف خودروهای پلیس مصر اطراف مقر حزب استقلال را احاطه کردند مقابله نیروهای نظامی با طرفداران اخوان المسلمین از زمان سرنگونی محمد مرسی رئیس جمهور پیشین مصر در ژوئیه 2013 تا کنون شدت بیشتری یافته است. بنا به تخمین سازمان عفو بین الملل از زمان برکناری مرسی تا کنون دست کم 1400 نفر در مصر جان خود را از دست دادند و هزاران نفر بازداشت شدند. و اما سری میزنیم به کشور اوکراین در هفته گذشته ارتش اوکراین گفت یک افسر این کشور در حمله به یک پایگاه نظامی در کریمه کشته شد که اولین مرگ از زمان تسخیر این شبه جزیره توسط نیروهای طرفدار وفادار به روسیه است در این حال سران کشورهای صنعتی جهان موسوم به گروه هفت در نشست این هفته در لاهه اقدام روسیه برای زمیمه کردن شبه جزیره کریمه به خاک خود را بررسی خواهند کرد در این نشست باراک اوباما هم حضور خواهد داشت رهبران گروه هفت در واکنش به اقدامات روسیه در کریمه از قبل اعلام کرده بودند که در نشستی که قرار بود تا چند ماه دیگر در بندر سوچی روسیه تحت عنوان گروه هشت برگزار شود شرکت نخواهند کرد در خبر دیگر مرتبط با اوکراین آمریکا و اتحادیه اروپا اعلام کردند انضمام کریمه و سواستوپل را به روسیه به رسمیت نخواهند شناخت جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفت آمریکا اقدام پوتین را برای زمیم کردن کریمه به روسیه نمیپذیرد. هرمان ونپوی و خوز مانوئل باروسو مقام های ارشد اتحادیه اروپا نیز در بیانیه مشترکی همه پرسی در کریمه را غیر قانونی خواندند و گفتند الحاق کریمه و سواستوپول به روسیه را به رسمیت نخواهند شناخت. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز که از کشورهای منطقه بالتیک دیدار می کند، در لهستان عمل روسیه را قصب زمین توصیف کرد و افزود که آمریکا به حفظ امنیت متحدانش در سازمان ناتو که هم مرز روسیه هستند متحد است وزیر خارجه لهستان هم الحاق کریمه به روسیه را محکوم کرده گفت الحاق کریمه به روسیه برای جامعه جهانی قابل پذیرش نیست وزیر خارجه اوکراین هم در این خصوص گفت نه کشورش و نه جامعه بین المللی هیچ یک این پیمان را به رسمیت نمی شناسد. ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا نیز گفت این خطر وجود دارد که تحریکاتی در دیگر نقاط اوکراین به عمل آید و دستاویز دخالت های نظامی بیشتری شود. ویلیام هیک گفت رئیس جمهوری روسیه راه انزبا را برگزیده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بعد از ظهر روز گذشته در سخنرانی در پارلمان این کشور رفراندوم کریمه را کاملا قانونی دانست و گفت کریمه و سواستوپل به صورت دو واحد جدا به روسیه می پیوندند. پوتین گفت روسیه در مقابل تحریم های قبل دست به اقدام متقابل خواهد زد و در این حال اطمینان داد که روسیه نه تنها خواهان روی روی با شرق و غرب نیست بلکه مایل به داشتن روابط حسن همجواری است. ولادیمیر پوتین همچنین گفت روسیه خواهان بخش دیگری از اوکراین نیست و نیازی به آن ندارد به دنبال این جملات رئیس جمهوری روسیه ارزش سهام در اروپا بالا رفت و ارزش ین ژاپن پایین آمد پس از سخنرانی طولانی ولادیمیر پوتین وی و رهبران کریمه در محل پارلمان معاهده پیوستن کریمه و سواستوپل به روسیه را امضا کردند بسیار سپاسگزارم که ما رو تا پایان برنامه همراهی کردین این برنامه ساعت هفت بعد از ظهر روزهای یکشنبه به وقت تهران و سونی بعد از ظهر به وقت لندن پخش میشه اگه موفق به دیدن پخش زنده اون نشدین میتونین این برنامه رو در وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا هم دنبال کنین و از همین طریق و همچنین ایمیل ما که بر روی صفحه ظاهر شده میتونین نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بذارید دوباره سال جدید رو بهتون تبریک میگم و امیدوارم که ایام بسیار خوب و خوشی داشته باشین تا برنامه دیگر بدرود